سلام خدمت شما شاگردای عزیز، امیدوار هستم که خوب و سرحال باشید. به برنامه آموزشی مکتب هادی خوش آمدید. امروز فصل دوم از کیمیای صنف نهم به آخر رسید و امروز می‌خواهیم فصل جدید کیمیای صنف نهم فصل سوم را آغاز کنیم. درس اول از فصل سوم کیمیای صنف نهم را در خدمت شما عزیزان می‌باشیم. نمبر ارتباطی برنامه 2096487025413 است که از این طریق میتونید با ما در فضای مجازی ارتباط بگیرید. موضوع فصل سوم در رابطه با گروپ های وظیفه ای است. ما و شما در این فصل یاد خواهیم گرفت که گروپ وظیفه ای چی است و مرکبات عضوی به اساس گروپ های وظیفه ای به چند دسته منقسم میشه. خلاصه درسی که امروز ما شما می‌خواهیم در درس اول فصل سوم از کیمیای صنف نهم کار کنیم به این صورت است. ما و شما امروز علاوه بر اینکه یاد خواهیم گرفت گروه‌های وظیفه‌ای در مرکبات عضوی چی است و به چند دسته منقسم می‌شود، نامگذاری الکل‌ها را با هم کار می‌کنیم و یاد خواهیم گرفت که الکل‌ها چه قسمی مرکبات است، دارای چه گروپ های وظیفه است و چه قسمی ما میتونیم الکل ها را نامگذاری کنیم. با شروع درس اول با ما همراه باشید. و اما گروپ وظیفه ای چی است؟ گروپ وظیفه ای به مجموعه از اتم های یک مولکول گفته می شود که گروپ معینی را تشکیل می دهد و همه گروپ ها اگر به یک مرکب عضوی اتصال پیدا کند باعث می شود که خواص فیزیکی و کیمیاوی مخصوص به خود را مرکب مورد نظر داشته باشد. پس گروپ های وظیفه ای مجموعه ای از اتم ها که گروپ های را تشکیل می دهند و با اتصال به یک مرکب عضوی خواص کیمیاوی و فیزیکی ویژه را به مرکب مورد نظر می دهد. در ادامه می‌خواهیم انواع گروه‌های وظیفه‌ای را با هم بخونیم که گروه‌های وظیفه‌ای به چند دسته منقسم میشه. اگر ما یک مرکب مورد نظر را مشاهده کنیم، از روی چی گروه وظیفه‌ای میتونیم خواص مرکب مورد نظر را تشخیص بدیم و تشریح کنیم. مرکباتی که دارای عین گروه وظیفه‌ای باشه به طور قطع دارای خواص کیمیاوی مشابه هم میباشد. برخی از مهمترین گروپ های وظیفه‌ای را شاگردای عزیز می‌خواهیم بر روی تخته سیاه فرمول مولکولی آن را نوشته کنیم و با هم گروپ وظیفه‌ای آن را مشخص کنیم که به یاد داشته باشیم که مهمترین گروپ های وظیفه‌ای است. مهمترین گروپ های وظیفه‌ای که بر روی تخته سیاه برایتان نوشته می‌کنم که اینها را حتما باید شما در خانه کار کنید و یاد بگیرید. اولین گروه وظیفه‌ای مربوط به مرکبات الکان ها می باشد. شما با مرکبات الکان ها در درس های قبل آشنایت پیدا کردین. می خواهیم این ساختار یک الکان می باشد. می خواهیم در ساختار الکان مورد نظر مشخص کنیم که گروه وظیفه ایش چی است.
برای شما وقتی که مرکب الکان داده می شود و گفته می شود که گروه وظیفه آن را مشخص کنید، گروه وظیفه آن می شود قسمت. گروه وظیفه در الکان ها می شود رابطه یگانه ای که ما بین دو اتم کربن برقرار است و رابطه وجود دارد. پس اولین گروه وظیفه مربوط به الکان ها می باشد که مشخص کردیم. دومین گروه وظیفه مربوط به الکین هاست که ساختار الکین های قسمی است. با ساختار الکین ها باز شما آشنایت پیدا کردیم. حروف R مشخص کننده گروه الکایل می باشد. شما هرگاه در ساختار یا فرمول های مولکولی گروه R را مشاهده کردید، در معنای الکایل هست. که الکایل می تانه الکایل یک کربونه باشد، دو کربونه باشد یا چند کربونه. خب گروه وظیفه‌ای در الکین ها. اگر برای شما گفته شد که گروه وظیفه‌ای در الکین ها را مشخص کنید، گروه وظیفه‌ای آن میشه این قسمت که رابطه دوگانه ما بین دو اتم کربن موجود است. شما اگر یک مرکبی را مشاهده کنید که رابطه دوگانه ما بین دو اتم کربن موجود است، مشخص میکنه برای شما که مرکب یک نوع الکین میباشد. پس گروه وظیفه‌ای آن این است. دیگه گروه وظیفه‌ای که شما باید یاد بگیرین مربوط به الکاینا هست که ساختار آنها یک قسمی است. الکاین ها ساختارشان یک قسمی است که ما بین دو اتم کربن رابطه سگانه است. گروه وظیفه بیان یک قسمت می باشد که رابطه سگانه ما بین دو اتم کربن وجود دارد. گروه وظیفه‌ای دیگه که ما و شما باید یاد بگیریم مربوط به الدیهاید هاست که ساختار آن قسمی است. سی دو رابطه او، رابطه اچ، رابطه آر. این ساختار الدیهاید ها می باشه که باز در صنف های بالاتر و در جلسات بعدتر شما با الدیهاید ها بیشتر آشنا می شوید. اگر بر شما گفته شد گروه وظیفه در الدیهاید ها چی است؟ گروه وظیفه یان این قسمت می باشد که سی دو رابطه او رابطه داره با یک اتم هیدروژن. دیگه گروه وظیفه ای که ما شما باید یاد بگیریم مربوط به کتون ها می باشد. سی دو رابطه او، رابطه آر یک، آر دو. این ساختار یک کتون را برای ما نشان میده که کتون ها را باز شما در درس های بعدی بیشتر با ساختار آشنا خواهید شد. گروه وظیفه در کتون ها سی دو رابطه او می باشد که از دو طرف به گروه آر یا الکایل ها اتصال پیدا می کنند. پس گروه وظیفه آن مشخص شده است. دیگه گروه وظیفه مربوط به الکل ها می باشد که آر رابطه او ایچ است که ساختار یک الکل را نشان می دهد. گروه وظیفه ایان او ایچ می باشد. شما اگر در هر مرکبی او ایچ یا گروه هایدروکسیل مشاهده کردید، نشان دهنده یک الکل می باشد. خب دیگه گروه وظیفه ای مربوط به ایترها می باشد. او آر دو آر یک. ایترها یک اتم اکسیژن در ساختار آنها موجود است که از دو طرف به الکایل ها اتصال دارند. گروه وظیفه آن اتم اکسیژن می باشد. پس ساختار ایترها را هم
با گروه وظیفه‌ایان باید یاد داشته باشید. دیگه گروه وظیفه‌ای که بسیار مهم است و شما باید یاد داشته باشید مربوط به کاربوکسیلیک اسید ها می باشد. ساختارشان این قسمی است: C دو رابطه O، رابطه R، رابطه OH. کاربوکسیلیک اسید ها در ساختار کاربوکسیلیک اسید ها گروه وظیفه‌ای سی دو رابطه او رابطه او ایچ است. اگر شما در هر ساختاری گروه وظیفه‌ای را مشاهده کردید، نشان دهنده کاربوکسیلیک اسید ها باشد که دارای خواص کیمیاوی مخصوص به خود را می باشد. و آخرین گروه وظیفه‌ای که باز شما باید یاد داشته باشید که بسیار هم مهم است، گروپی مربوط به استرها می باشد که ساختار آن سی دو رابطه او رابطه آر رابطه او آر دو. استرها هم از جمله مرکبات بسیار مهم است که باز در جلسات بعدی بیشتر با آن آشنا خواهید شد. گروه وظیفه‌یان سی دو رابطه او رابطه او آر می باشد. هر کجایی که یک گروه وظیفه را مشاهده کردین، سریع تشخیص میتین که مرکب مورد نظر یک استر می باشد که باز دارای خواص کیمیاوی مخصوص به خود را می باشد. این مهمترین گروه های وظیفه‌ای است که ما شما باید حتما یاد داشته باشین که هر کدام جداگانه یاد گرفتیم. در الکان ها گروه وظیفه‌ای که مشخص شده است رابطه یگانه ما بین دو اتم کربن، در الکین ها گروه وظیفه‌ای رابطه دوگانه که ما بین دو اتم کربن است، در الکاین ها رابطه سگانه که ما بین دو اتم کربن است، در الدهاید ها سی دو رابطه و رابطه اچ گروه وظیفه‌ای آن می باشد و در کتون ها سی دو رابطه و در الکل ها او اچ، در ایسترها سی دو رابطه او رابطه او آر، ایترها اتم اکسیژن که در وسط قرار گرفته است و آخرین گروه وظیفه مربوط به کاربوکسیلیک اسید هایی باشد که سی دو رابطه او رابطه او ایچ هست. خوب دقت کنید، گروه وظیفوی کاربوکسیلیک اسید ها مشابه به الدیهاید ها می باشد، با این تفاوت که اگر در گروه وظیفوی الدیهاید ها در این قسمت یک اتم اکسیژن علاوه کنید می شود گروه وظیفوی کاربوکسیلیک اسید ها. باز گروه وظیفوی کاربوکسیلیک اسید ها را با استرها مقایسه کنید. مشابه به همدیگه می باشد با این تفاوت که اگر در گروه وظیفوی کاربوکسیلیک اسید ها به جای اتم هیدروژن یک گروه آر یا الکال قرار بگیرد می شود گروه وظیفوی استرها. پس این قسمی میتونید گروپ های وظیفوی را حفظ کنید و به ذهنتان بسپارید. اینها را در خانه های خود خوب تمرین کنید که بسیار بسیار مهم است. این گروپ های وظیفوی را باید یاد داشته باشید. و اما الکل ها چی است؟ با گروپ های وظیفوی شما آشنایت پیدا کردید. حالا میخواهیم که اولین مرکب را که الکل ها است با هم یک جای بخوانیم و کار کنیم که الکل ها دارای چه گروه وظیفه‌ای است و دارای چه خصوصیات و ویژگی هایی می باشد. الکل ها مشتقات اکسیژن دار هیدروکاربن ها می باشد که به جای اتم هیدروژن در هیدروکاربن ها اتم یا گروه هیدروکسیل قرار گرفته است. فرمول عمومی که قسم مرکبات داره R رابطه OH می باشد. OH گروپ وظیفه‌ای هیدروکسیل می باشد که مخصوص به الکل هاست و آر هم یک گروپ الکایل است که ساده ترین نوع الکل ها میتانول می باشد با فرمول مولکولی CH3OH. خب من ساختار الکل را بروی تخته سیاه برسان نوشته می کنم که یاد داشته باشین و به ذهنتان بسپارین که چه قسمی ساختار یک الکل از هیدروکاربن ها به دست می آید.
خب الکل ها رو پیشتر برایتان گفته شد که مشتقات اکسیژن دار هیدروکاربن ها می باشن. اگر شما یک هیدروکاربن ساده را در نظر بگیرید، مثل چی؟ مثل CH4 که ساده ترین هیدروکاربن مربوط به الکان ها می باشن. از ساختار CH4 یک اتم هیدروژن را از آن کم کنید و به جای یک اتم هیدروژن، وقتی که از یک اتم هیدروژن از آن کم شد، ساختار میشه CH3. به جای یک اتم هیدروژنی که از آن کم شده است، گروپ هیدروکسیل قرار بگیرد به جای آن. ساختار جدیدی که تشکیل میشه ساختار یک الکل میباشد که گروپ OH مشخصه الکل هاستند. فرمول عمومی قسمی مرکبات الکل ها را برایتی میتونیم در این قسمت به دست بیاریم. فرمول عمومیان R رابطه OH میباشه. R چی است؟ R گروپ الکل میباشه که در این قسمت CH3 است. OH هم که گروپی هیدروکسیل می باشد، یعنی قسمت نشان داده شده است. پس فرمول عمومی الکل ها R رابطه OH است که ساده ترین آنها همین مرکب متانول می باشد CH3OH. پس الکل ها مشتقات اکسیژن دار هیدروکاربن ها می باشد که در این قسمت نشان داده شده است و به جای یک اتم هیدروژن در هیدروکاربن ها گروپ هیدروکسیل قرار گرفته است و تعویض شده است. خب در ادامه می خواهیم نامگذاری الکل ها را با هم کار کنیم. ما هر مرکب عضوی را که ساختار و ویژگی های آن را با هم یاد می گیریم، نامگذاری آنها را هم باید یاد بگیریم و کار کنیم که چه قسمی میتونیم نامگذاری کنیم. مانند نامگذاری الکان ها، الکین ها، الکان ها که در جلسات پیش یاد گرفتین، الکل ها را هم میخواهیم با هم یاد بگیریم که چه قسمی نامگذاری میشن. به طور کلی الکل ها را ما به دو قسم میتونیم نامگذاری کنیم. یکی به طریقه آیوپک، یکی به طریقه معمولی، که هر کدام را جداگانه با هم کار میکنیم که چه قسمی ما میتونیم الکل ها را نامگذاری کنیم. در نامگذاری الکل ها به طریقه معمولی از فرمول زیر کار میکنیم و فرمول زیر را به خاطرتان میسپاریم. نامگذاری به طریقه معمولی اول الکایل مورد نظر را نوشته میکنیم با توجه به اینکه چه تعداد کاربن در ساختار مورد نظر وجود دارد و بعد از او کلمه الکل را بر آن علاوه می کنید و نام مرکب مورد نظر به طریقه معمولی به دست می آید. اما نامگذاری به طریقه آیوپک یک مقدار فرق دارد. در نامگذاری الکل ها به طریقه آیوپک به قسمی عمل می کنید که به جای پسوند ای در آخر نام هیدروکاربن ها پسوند اول اضافه می کنید و نامش را نوشته می کنید. خب با توجه به مطالبی که در رابطه با نامگذاری الکل ها به طریقه آیوپک و معمولی یاد گرفتیم، میخواییم یک سوال در رابطه با این کار کنیم. سوالی قسمی است: نام الکل های زیر را به روش آیوپک و معمولی نوشته کنید. برای شما یک تعداد مرکبات داده شده و از شما خواسته که به دو روش آن را نامگذاری کنید. مرکبات که برای شما داده شده است در این سلاید آورده شده است، با کمک هم بر روی تخته سیاه این مرکبات را نوشته میکنیم و نام آنها را می نویسیم. خب از ما خواسته شده است که مرکبات زیر را هم بر روش آیوپک نامگذاری کنید و هم بر روش معمولی. مرکبات که برای ما داده شده است CH3 رابطه OH مرکب اولیه ما است. مرکب دوم
CH3 رابطه CH2 رابطه OH و مرکب آخر هم CH3 رابطه CH2 رابطه CH2 و رابطه OH. خب برای روش آیوپک میخواییم این سه مرکب رو اول نامگذاری کنیم. برای روش آیوپک با توجه به نکاتی که پیشتر برای شما گفته شد، به جای پسوند ای در آخر نام الکان ها پسوند او ال را تعویض میکنیم. خب CH3OH نام هایدروکاربونی با یک تا اتم کاربن چی بود؟ نام هایدروکاربونی با یک اتم کاربن که در جلسات به شما یاد گرفتیم در درس های قبل میشد چی؟ میشد متان. نامش را نوشته میکنم، دقت کنید. خب گفته شده بر روش آیوپک به جای پسوند ای که در آخر نوشته شده است پسوند او ال را تعویض کنید. پس ای را حذف میکنیم، به جای آن او ال قرار میدیم، میشود متانول بر روش آیوپک. مرکب بعدی رو دقت کنین، CH3 رابطه CH2 رابطه OH است. نام هایدروکاربونی با دو اتم کاربن چی میشد؟ نامش ایتان میشد. ایتان. باز بر جای پسوند ای او ال را تعویض میکنیم، قرار میدیم. پس نام مرکب مورد نظر چی میشود؟ متانول. مرکب بعدی رو دقت کنید، نام هایدروکاربونی با سه اتم کاربن میشد پروپان. نامش رو نوشته میکنیم پروپان. باز به جای پسوند او ال را قرار میدیم، نامش میشود به روش آیوپک پروپانول. خب نام فارسیش هم نوشته کنیم، چون در بعضی جاها نام فارسیش نوشته می شود، در بعضی جاها نام انگلیسی ها نوشته می شود. متانول. اتانول و پروپانول. خب بر روش آیوپک نامگذاری کردیم. حالا می‌خوایم بر روش معمولی هم، چون دو روش از ما خواسته شد، بر روش معمولی هم نام اینها را نوشته کنیم. مرکب اول را بر روش معمولی بخوایم نوشته کنیم، گفتیم در روش معمولی چه قسمی عمل می‌کردیم؟ در روش معمولی نام الکایل مورد نظر را نوشته می‌کردیم، درست است؟ و بعد از او کلمه الکل را به آن علاوه میکردیم. خب الکایل مرکب اول چی است؟ نام الکایلی با یک اتم کاربن میشد چی؟ میشد میتایل. پس نوشته میکنیم میتایل. کلمه الکل را هم در آخر به آن علاوه میکنیم، الکل. خب نام فارسیش هم میخوایم نوشته کنیم در این قسمت، میتایل الکل. خب چون کلمه الکل را مهم است و به آن علاقه میکنیم، با رنگی دیگه نوشته کنیم. خب مرکب دوم، نام الکایلی با دو اتم کاربن میشود ایتایل.
نامش را نوشته میکنم. ای تایل. و در آخر هم کلمه الکل را به آن علاوه میکنیم. ال نام فارسی آن میشود ایتایل الکل. مرکب آخر نام الکل با سه اتم کربن میشود پروپایل. نامش را نوشته میکنیم پرو پایل. در آخر هم کلمه الکل را به آن اضافه میکنیم. خب نام فارسش هم نوشته میکنیم پروپایل الکل. خب به این ترتیب شما به راحتی با توجه به نکاتی که در رابطه با نامگذاری الکل ها به روش آیوپک و به روش معمولی یاد گرفتین تانستید نام سه مرکب را به روش های مختلف شما نوشته کنید. شما میتونید مرکبات عضوی مختلف و مختلفی را در خانه های خود در کتابچه های خود با توجه به نکاتی که یاد گرفتین حل کنید و برای ما روان کنید. در آخر درس امروز در رابطه با اولین مرکب از الکل ها که بسیار مرکب مهم و پرکاربرد در لابراتوارها می باشد با هم بخوانیم که این مرکب دارای چی ویژگی هایی می باشد. میتانول که نامی آیوپک مرکب مورد نظر یا میتایل الکل که نامی معمولی مرکب مورد نظر می باشد از خانواده الکل ها دارای ویژگی های زیر می باشد. محلل بسیار مناسب و پرکاربردی است در صنایع و در لابراتوارها که در زمینه رنگ ها لاک ناخن میتونه یک محلل بسیار قوی و مهم باشد. مرکب میتانول از تقطیر تدریجی ارچه خشک به دست می آید. به صورت مایع هست و فرمول مولکولی آن CH3OH می باشد. همچنان با عنوان ضد یخ بسیار قوی از آن استفاده می شود. با توجه به ویژگی هایی که میتانول دارد در موترها و وسایل نقلیه از آن به عنوان ضد یخ استفاده می شود که در تابستان ها از داغ شدگی بیش از حد موترها و در زمستان ها هم جلوگیری از یخ زدن موترها استفاده می شود و کاربرد بسیار بسیار مهمی را دارد. اما با توجه به کاربرد های ویژه و خوبی که میتانول داره ضرر هایی را هم برای ما شما دارد. اگر مقدار بسیار کم از میتانول مصرف شود باعث نابینایی انسان می شود. اگر با مقدار بیش از حد استفاده شود باعث مرگ انسان هم می شود. یک ماده ای هست کاملا زهری و سمی که کسانی که در لابراتوارها با آن سر کار دارد باید حتما از محافظ استفاده کند. در حالت عادی به صورت یک مایع بی‌رنگ یافت می شود. اما به رنگ های نارنجی و دیگر رنگ ها هم در لابراتوارها یافت می شود. اما رنگ اصلی آن در حالت عادی بی‌رنگ می باشد. پس بنابراین در هنگام استفاده از میتانول باید نکات ایمنی را ما شما رعایت کنیم. خب درس ما به اینجا به اتمام رسید، تمام شد. می خواهیم که نکات مهم درسی رو که امروز ما و شما یاد گرفتیم با هم مرور کنیم. ما و شما امروز یاد گرفتیم که الکل ها چه قسمی مرکبات است. گفتیم الکل ها مشتقات اکسیژن دار هیدروکربن ها است که اگر از ساختار هیدروکربن ها یک اتم هیدروژن کم شد و به جای آن گروپ هیدروکسیل قرار بگیره جایگزین شود الکل ها به دست می آید. نامگذاری الکل ها رو یاد گرفتیم به طریقه آیوپک که به جای پسوند ای در آخر نام هیدروکربن ها پسوند او ال را قرار میدادیم و نامگذاری به روش معمولی که الکل مورد نظر را با توجه به تعداد اتم های کربن نوشته میکردیم و بعد از اون نام الکل را به آن علاوه میکردیم. نام معمولی آن به دست می آمد. با خصوصیات و ویژگی های میتانول که اولین مرکب از الکل ها می باشه آشنا شدین. گفتیم که میتانول ماده زهری
بیرنگ از تقطیر تدریجی ارچه خشک به دست می آید. محلل بسیار خوب در لابراتوار هاست. از آن به عنوان ضد یخ استفاده می شود و مصرف آن بسیار خطرناک و باعث ایجاد نابینایی در ما انسان ها می شود. ویژگی هایی بود که با هم کار کردیم. خب شاگردای عزیز، امیدوارم که درس امروز خوب یاد گرفته باشین. شما را به خداوند بزرگ می سپارم. خدایا رو نگهدار همه شما عزیزان باشد.